دو تا حزب دو تا رویکرد متفاوت با این بحران جهانی شدن دارن. یه حزب، حزب جمهوری‌خواه، بر این باوره که بایستی خیلی محافظه‌کارانه عمل کرد، اون پروتکشنیسم، یعنی حمایت کنه از منابع داخلیش و بعد گسترده کردن یا خرج در مثلا اوکراین یا غزه یا اسرائیل نبایستی بی حساب کتاب باشه. من جمله بیرون آمدن یا متحد کردن کشورهای ناتو، به پول دادن بیشتر یا مشروط کردن همکاری با ناتو برای پول. دموکرات‌ها برخلاف اون فکر می‌کنن که آمریکا قدرت جهانی شده به خاطری که از جنگ جهانی اول و مشخصاً بعد از جنگ جهانی دوم اون اینستیتو سازمان‌هایی رو که در دنیا به وجود آوردن با پول و قدرت خودشون به وجود آوردن، بنابراین اینا رو بایستی گسترده کنن. یعنی وظیفه خودشون، وظیفه آمریکا می‌دونن که بعد این روند رو ادامه بده. خواهید دید که آقای بایدن امشب راجع به دموکراسی صحبت می‌کنه و چقدر که مهمه که جلوی دیکتاتورها وایساد و مخصوصاً مسئله ناتو. ولی این امریکا واقعا مردم چقدر به این داستان توجه میکنه؟ اینم جالبه. توی اگزیت پولا نظرسنجی که بعد از رای گیری دو روز پیش انجام شد، اکثر جمهوری‌خواها ایمیگریشن، یعنی مسئله مهاجرت رو بزرگترین موزل دونستن، اقتصاد نه نصر یک و دو بود، ولی مسئله در واقع سوشال ایشو ها، اجتماعی، واسه دموکرات ها بیشتر مطرحه. ولی منظورم از رویکرد جهانی بود که گفتم دو تا رویکرد متفاوته. چون وضع اقتصاد آمریکا داره بهتر میشه نه بدتر، مسئله خرج کردن یا اون دفیسیتی که الان صحبت میکنن، کمبود بودجه رو جمهوری‌خواه بیشتر دنبال میکنن، یعنی یک مسئولیت مالی رو در نظر دارن، در صورتی که منافع ملی آمریکا آقای بایدن و دموکرات ها میگن در اینه که ما با استفاده از این پول، یعنی در واقع با جی دی پی، با درآمد سالانه آمریکا اگه مقایسه کنید، یک واقعا رقمان نجومیه، ولی نسبت به درآمد سالانه آمریکا ناچیزه، هم در اوکراین هم در اسرائیل و غزه.